دارم رکورد میکنم. اوکی اون چکزی انداختی اون پشت خانم های لخت رو اونجا نمایان کردی. ردیفین بریم بریم. خب ما برگشتیم با یه فصل دیگه، فصل چند ششمیم دیگه الان فکر کنم. آره کسایی که الان دارین میشنون، حالا ما بعدا در موردش توضیح میدیم که چرا الان نمی صحبت میکنیم و آهنگ اینترو اون هنوز پخش نشده، قرار شده که یه قسمت یعنی رو بگیم یا نگیم. آره بگیم، توضیح بدیم چرا این کارو آره. میکنیم همینجور نریم یهویی خودشون بفهمن. شاید خیلی نفهم. من توی چیزم هست، توی چیزی که میخوام توضیح بدم هست که خوبه نشال یهو میپرن تو حوض آب سرد و آره. همین دارم میگیم الان بحثا اونو همین دارم میذارم. خلاصه برنامه‌مون اینه که در مورد هفتمون که میخوایم صحبت بکنیم، اولش تو یوتیوب فقط پخش بکنیم برای کسایی که از یوتیوب ما رو میبینن و بعد قسمت اصلی پادکست رو به صورت صوتی توی جاهای مختلف پخش بکنیم. هفته شما چطور بوده؟ کرونا تقریبا دیگه همه بی خیال شدین دیگه. آره هفته پیش که رفتیم بیرون با هم همگی و بله چه چیزی نگاه میکنی که انگار نه کرونا وجود نداشت گفتم الکی ها یه استوری میگن اصلا استوری دیدی؟ بعضی میگن ما باور نداریم بهش. خب اینا که میدونی بازی ذهنه. بله برای چی نه؟ خب شما ولی الان دیگه خیلی ریلکسی نسبت به کرونا. من از اولش هم ریلکس بودم، یکم چون فشار اطراف بود رعایت نه میکردم اول، ولی خب الان همه ریلکس شدن دیگه. ولی خب شما اعداد کیسان بالا داره میره دیگه، حتی دیروز 50 نفر اینجا همین جا تو بی سی یا تو کانادا بی سی 50 نفر بالاترینه تا الان. آره. چیه بالاترینه؟ همیشه بالای 31 دو من ندیدم تو یه روز تو یک روز. الان این ویو دومی که میگفتن تقریبا تو راه دیگه. آخه ما یه چیزی خوندم، این سازمان بهداشت جهانی WHO گفته بود اصلا ویو یک و دو نداره، کلا تو ویو همش پیوسته است. آره نوشته بود اصلا این باور اشتباهه. اون پست خوب بود اومد همین سازمان جهانی WHO 20 تا چیزی که مردم اشتباه فکر می‌کنن در مورد کرونا رو گفته بود. یکیش این بود که مثلا هوا که گرم بشه میره، این چیز غلطی بود. اینو ترامپ خیلی دامن زد. نه این نه، که صورت معجزه آسایی هوا که گرم شه تو اپریل میره. نه آخه میگن تو ایران هم خیلی باور کردن و میگفتن بعد عید خوب میشه. آره بعد مثلا خوزستان همیشه داشته کرونا. آخه میگفتن یووی مثل این که میکشتش، یعنی چیزی که نه خب مثلا نمیدونم ماشین و اینا اگه باشه آره، ولی تو بدنه که نه نه تو بدنه که نمیتونه، ولی مثلا میگفتن چون اگه تو خیابون راه میری رو پیرنت باشه ممکنه از بین بره، درصد این که از بین بره بیشتر. یاد کنیم از اون کرونا سنجی که دوستان خیلی قشنگه تو ایران مرتفع کرد مشکل رادیو چرخید و ولی الان نمودارایی که از ایران اومده قشنگ این ویو اون موجه رو نشون میده دیگه. چیو؟ که رفته بالا اومده پایین و دوباره پیکاپ کرده. امروز صبح یه سری اعداد ارقام دست بی بی سی رسیده که آمار واقعی مرگ و میره تو ایرانه که 3 برابر عددیه که تلویزیون اعلام میکنه. 3 برابر. آخه کجا فهمیدن که واقعیه؟ یکی فرستاده صداش هم گذاشته و صدا رو تغییر داده بودن، بعد بی بی سی هم راستی آزمایی کرده. چون آماری که ایران داره میده هر روز ثابته، من هر روز چک میکنم حدود روزی 2500-600 نه بالا میره نه پایین میاد، که این اصلا منطقی نیست با توجه به رشد. یعنی دوربر 7500 اینا 7500 نفر این آمار مرگ و میر رو داده که تا آخر تیر اینا 1/3 واقعیت رو اعلام کردن. بیم احساس میکنم میکروفون تو درست پیکاپ نمیکنه، یعنی یه جوری گرفتیش که نه دیگه همیشه همینجوری میگم. تو هم احساس میکنی هر از گاهی پیکاپت نمیکنه؟ نمیدونم چرا جنس صدات فرق میکنه. آره امروز داشتم چیز میدم، امروز داشتم بازی استقلال رو میدیدم با سپاهان. ای چند شد؟ 2-1 برد استقلال. آره بعد خیلی جالب اینا خب اومدن یه سری بلنگو گذاشتن اطراف استادیوم که صدای تماشاگرها رو بیاره و خیلی صداها بی ربطه. مثلا وسط دارن پاسکار میکنن یهو صدای میره بالا، بعد تو محمد جریمه ازش هیچکی تشویق نمی‌کنه.
یعنی یکی نشسته مثلا چند تا دکمه داشته باشه برای مثلا لحظات حساس و اینا. بازی خارجی ها رو دیدی؟ مال کره رو دیده بودم که عروسک گذاشته بودن. نه همین کارو مثلا استادیوم های اسپانیا و انگلیس و اینا میکنن، انقدر خوبه فکر میکنی واقعا آدم تو استادیوم، یعنی حمله میکنن صدا میره بالا گل میزنن، احتمالا یکی نشسته پشت دستگاهی داره دوتا دکمه میزنه. این فکر کنم یه نواره، بعد گفتم برای 90 دقیقه هم کل 90 دقیقه هم نداریم یه همچیزی، یا نمیدونم چرا منم میدیدم بازی رو داستانش یه 5 دقیقه دیدم همین که میگی پاسینا میدادن خب داشتن گیج نمیکنه گیج نمیکنه بازیکن رو مثلا حتما تاثیر تماشاگر حتما تاثیر داره دیگه، ولی مثل اینکه بودنش از نبودنش خیلی بهتره. حالا هر بدی هم که باشه چون نباشه صدای فوش و اینا رو ما نمیخوایم بشنویم تو استادیوم. تو استادیوم آره، یعنی بازیکن ها به هم میدن، بازیکن ها مربی ها به بازیکن ها یکمی میومد صدا، من گفتم پاشینو بکشم پایین صدا رو. فیلم رخگن های علی پروین و قلعه‌نویی رو دیده باشی، یه تک فوش مادره. آره ولی تو بازی های چیز که شروع شد آمریکا یا لیگ های اینور فکر کنم بیسبال بود، به جد تماشا چی چیز گذاشتن کارتونه افراد گذاشتم مثلا اینا تماشا چیز میگم خیلی مسخره. تو کره عروسک از این عروسک گذاشتن اونجا، یعنی عروسک های مثلا خرس و گاو و اینا نه بودن. اولش عروسک های جنسی رو گذاشته بودن اون ماکتا رو، بعد یه ذره واقعا عروسک های جنسی گذاشته بودن، بعد لباس پوشونده بودن کره؟ یا لخت همینطوری اول که این کارو کرد، بعد یه سری اعتراض شد، بعد نمیدونم لخت یا با لباس دیگه، حتما لخت نبوده یارو دیگه، لباس اون تیمو پوشوندن تنشون مهیج بشن و فقط گل بزنن یارو رو بندازن بتونه بقیه. میخواین شروع کنیم اپیزودمونو یا حرف دیگه در مورد چیزی نداشتین؟ نه اپیزود اصلیمونو شروع کنیم. تو هفته گذشته آره اتفاق خاص دیگه نیفتاده برای شما؟ نمیخواید بگی که اومده اینجا رو؟ چرا من داشتم چرا رو به تو میگم من داشتم تلاش میکردم که خونم رو عوض کنم، تبریک میگم شدید برم اینا، بعد دیدیم که خونه بغلی خونه ایمانو گذاشتن، یعنی چیزه آماده است که بیاید. دقیقا در بغلی خونه ایمانو اینا. بعد ایمان گفت بیا برو ببینش، من یه ایمیلی به طرف زدم و اینا، گفت اوه آره خیلی هم باحال میشه، من اومدیم دیدیم، خود ریلتوره داشت میگفتش که من بهترین سالهای زندگیم یه 5 سالی بود که توی اون ساختمون، توی یه ساختمونی بودیم که همه دوست بودیم، مثلا 4-5 تا اینا آخر... تو همون ساختمون شوهر کرد. آره گفت آخرش هم با خود بغلی ازدواج کرد. بعد چیزی دیگه اومد ولی کارون گفتم این اتفاق برای تو نخواهد افتاد اگر که حساب باز نکن. ولی آره یه مشکلی که بود این بود که دیوار اتاق خواب دقیقاً دیوار به دیوار بود. آره مماس همه دیوارای اینجا هم چیزه خیلی نازک زخیم نیست، روی دیوارای ساختمان ما لطفاً عیب نذار. آره. خیلی هم زخیمه، گفتم رومون از این بیشتر اگه تو روی هم باز نشه درست تره. من میگم یه سگوی خیلی خوبیه که بریم سر اپیزود خودم، نگه تو نگرن اونش نباش، یعنی میتونیم بیاریم بچه ها رو کامل اتاق تو ایزوله کنن، ایزوله کنن، آکوستیک کنن، هر کاری بخوای بزن فرزاد جان، بزن که بریم سر آها. سلام، اینجا خودکست پادکست خیلی خودمونی، من ایمان هستم، یکی از میزبانای این برنامه، در کنار من کارون نشسته. سلام. فرهاد و فرزادم با اون هستن. سلام. سلام. سر تو گوشیت نباشه دیگه، گوشیو من نمیفهمم. اولین اپیزود همون دقیقه اولش اینطوری به من تکست دادی ها، چون من یه ویبره رفتم نه داشتم دایرکتر رو چک گوش زد. عالی شد. بعد از چندین هفته برگشت میگم 7 هفته شد، احساس میکنم از اینکه دو ماه گفته بودیم یک کنیم، ولی دو ماه شد به خاطر اتفاقایی که افتاد با یه سری تغییرات کوچیک.
اولیش که خیلی کوچیک بود، همین مقدمه اول بود که من یه ذره عوضش کرده بودم، چند نفر گفته بودن چرا همش ایمان میزبانه، ولی خب من خودم به تنهایی به نشستم که ما همه ما میتونیم میزبان اون شنونده ها بشیم. منظرم خوب بود، گارون واقعا میزبانه، یعنی ما میمونیم میشیم خودش ستاپ میکنه، غذا میده، کافی میده. بعد از پنج فصل یه جورایی تغییر کرد. اونایی که در جریانن، در جریانن که ما به صورت صوتی تو تمام سرویس های پادکستی، یا اینطور که دلسوزان زبان فارسی میگن، در تمام پادگیرها هستیم و به صورت تصویری هم ما رو میتونید تو یوتیوب نگاه بکنید. تمام اپیزودام هست، یعنی اپیزودا یه سری فکر میکردن که فقط یه قسمتایی رو میذاریم تو یوتیوب، ولی نه، کل اپیزود از اول تا آخرش توی یوتیوب هست. تو یوتیوب؟ تو یوتیوب. آره دیگه، بعضیا فکر میکردن ما فقط خلاصه تصویری رو میذاریم تو یوتیوب، ولی نه، کل اپیزود وجود داره. از جایی که شروع کردیم، فقط بالا نیاری، از جایی که شروع کردیم گذاشتن رو یوتیوب، از اونجا به بعد هست. آره، اواخر فصل 3 اواخر کل اپیزود رو میذاریم، شاید کمی هم بیشتر به قول شاعر، که خب دیدیم ما یه دونه ولاگ گذاشتیم، خیلی ها دوست داشتن، این دوست نداشت اصلا برام مهم نیست، خیلی هم عالی بود، خیلی هم خوب برخورد شد باش. و ما اول اپیزودا یه چند دقیقه با هم دیگه صحبت میکنیم در مورد هفتمون، در مورد اتفاقی که گذشت، اونا رو قرار شده که بذاریم تو یوتیوب، ولی وقتی که میرسیم سر بحث خودمون و سر اپیزودمون از اونجا شروع میکنیم و به صورت صوتی میذاریم. سومی هم این که خودکست قبلا توی رادیو جوان قابل دسترس بود و اونجا پخش میشد، که دیگه نیست، این تصمیم گروهی خودمون بوده. کسایی که اونجا گوش میدادن شرمنده، لطف کنید جای دیگه هست گوش بدید. بین علما اختلافی که کدوم اپ بهترینه برای پادکست گوش دادن. من خودم با اپل پادکست راحت ترم، روژین با کست باکس راحت تره. شما خودتون کجا گوش میدین؟ اسپاتیفای گوش میدین؟ من این چیزا رو اصلا گوش نمیدم. تلگرام اگه برسه دستش. نه، من اپل پادکست. بعضی هم که به همونطور گفتی توی تلگرام دوست دارن گوش بدن. آره، تو همه اونجاها همچنان هست، فقط دیگه تو رادیو جوان اپیزود جدید رو نمیذاریم. آره، و اینم اون تغییراتی بود که گفتیم انجام شده. به جز اون دوباره سعی میکنیم که یه فصل خیلی مفصل، خیلی باحال، با کلی موضوع جالب، گفتگوهای جذاب داشته باشیم، و اگه ببینیم تغییری هم لازمه تو طول فصل تغییرها رو میدیم دیگه. ما که دست به تغییرمون خیلی خوبه، و اگر که نیازی باشه این کار رو انجام میدیم. چیزی دارید بگید اولش یا نه دیگه بریم اون ویدیو رو میخوای بگی که همچنان بفرستن؟ آره ویدیوهایی که ازتون خواسته بودیم، ما یه پست رفتیم که خواستیم یه اینترو میخوایم درست بکنیم، یه مقدمه برای پادکست میخوایم درست بکنیم. برای چی ما گفتیم تصویری باشه؟ به خاطر که میخوایم توی یوتیوب ازش استفاده بکنیم. خیلی زحمت کشته بودن، نوشته بودن یا وایسش رو فرستاده بودن، متاسفانه نمیتونیم از اون رو استفاده بکنیم، چون میگم میخوایم تصویری باشه. بگم بعضیا خجالت کشیدن یا راحت نبودن جلو دوربین باشن. ما توضیح دیگه از ما که بدتر نیست دیگه، ما تهشیم از حمام اومدم، ما با این وضع میایم میشینیم، اصلا هیچ مشکلی نداره، همه زیبا و دلنشین هستن. بگیرید ویدیو رو اگه راحت بودید. آره، اگه دوست داشتید بگیرید، و اونایی که نوشتن مخصوصا، اونایی که کامنت دادن، همونو برام یه ویدیو 10 ثانیه‌ای بگیرن. همه زیبا هستن، ما خوشحال میشیم. مهمم نیست که کجایید، یعنی توی مسیر کار، تو اتوبوس، تاکسی، هر جا که دوست دارید این رو اگه بگیرید به ما برسونید عالی میشه. آره، البته یه سری برام تو الان فرستادن. آره، همشون گرم. آره، داریم سعی تشکر کردیم. آره، آفرین آفرین. داریم سعی می‌کنیم اینا رو سرهم کنیم که یه اینترو خیلی باحال از زبون خود شنونده ها درست بکنیم. اینکه خودمون بیایم بگیم پادکست چیه شاید اونقدر جذاب نباشه. شمایی که شنونده هستین و ما رو پنج فصل دنبال کردید، خیلی بهتر و دقیق‌تر میتونید ما رو توصیف بکنید تا خودمون. ما یه ذره سوگیری داریم نسبت به خودمون. اگرم گوش دادید الان متوجه نشدید که ما داریم راجع به چی حرف میزنیم، یه پست توی اینستاگرام داریم، توی اون پست توضیح دادیم. نارنجی رنگه. آره، نفری یه سوال پرسیدیم، ایمان توش مثل خبرنگار واحد مرکزی خبر روم وایساده داره میگه که چیکار کنید. چرا من رنگ ندارم تو اون ویدیو؟ رنگ نداره، خیلی سفید و اصلا ترسیدم فکر کنم. آره، اونجا توضیح دادیم، اگه دوست داشتید توی اینستاگرام برید. چرا نمیذارید من تا آخر ببخشید؟
اون پست رو ببینید، اگه دوست داشتید ویدیو 10 ثانیه بگیرید برام بفرستید. میکروفون منم واقعا فکر مشکل داره. آره من دارم میگم دیگه گوش نمیده. شما همینجوری میگیرم صداش یه وقتایی زیاد میاد یه وقتایی کم. آره ان تو پست درست وای سیما نه اینو تو پست نمیشه درست کرد. یه لحظه انقدر ما پسته خوردیم امروز. من گینه تو رو آوردم بالاتر که صدای من الان عجیب نیاد تو گوشتون. نه. میدیدی برای چی؟ حالا بچه هم دوره همین توضیح بدم. این دستگاه یه آپدیت داده و من اونو آپدیت کردم. یه سری کارهایی که توی پست انجام میشه رو خودش داره انجام میده و اونا رو وقتی نمیتونی خاموش کنی. حالا دارن همه مشکلاتشو گفتن. آره یه آپدیت خیلی افتضاح دادن، بعد درستش کنن. آقا این رود تو رو قرآن خواهش میکنم، داریم اینجا نون میخوریم. بریم سر بحثمون. بفرمایید. خب خیلی حرف زدیم، بریم سر اپیزود خودمون. اصلا نمیدونم اپیزود چندیم. 233. اپیزود 233. ما توی خودکست در مورد این خیلی صحبت کردیم که آگاه باشیم که اصلا چی داریم میگیم، چه صحبتی داریم میکنیم، از جملاتی که استفاده میکنیم چیه. گفتیم که مثلا از جملات جنسیت زده استفاده نکنیم، مثلا گفتیم که دوستان افغانستانی رو درست خطاب بکنیم، گفتیم که مثلا نگیم همجنس باز، بگیم همجنس گرا، به خاطر که میتونه بار منفی داشته باشه. این لغت نقطه ننگین خود کسی رو تکرار نکنید. دارم میگم دیگه، میگم ما خودمونم مشکل داشتیم و بهش رسیدیم. آره چون میتونه بار منفی داشته باشه. اما چیزی که کمتر در موردش صحبت کردیم اینه که وقتی کارهایی که منفی هستن رو با جملات مثبت میایم پنهان میکنیم و تحویل مردم میدیم و بعضن بهش افتخارم میکنیم. یکی از نمونهش کلمه سخیف زرنگیه در فرهنگ لغت فارسی. انقدر دیدم که با این تیکه زرنگی دارن کلاه مردم رو برمیدارن، جیب مردم رو خالی میکنن که نگو. از خودم مثال میزنم اول که ببینم مثلا زرنگی کردم یا زرنگی دیدم تا الان تو زندگی این. بعدن از شما میخوام که اگر که میتونید این مثال رو بزنید. اولش گوشی های آیفون و وارانتی در کانادا است. ما اولی که اومده اون کانادا خب میشه آیفون رو قسطی خرید. منم کار میکردم و رفتم مثلا یه آیفون برای خودم خریدم. این بعد از اون بلک بریه دوستانی که خیلی گوش. بلک بری بود؟ آره تو ها کجا میدونی من بلک بری داشتم؟ 18000 بار تو پادکست گفتی. گفتم؟ آره من یه دونه آیفون سفید خریده بودم و اینا خیلی هم جالب بود برام. آیفون 4 نه 3GS سفید فکر کنم بود. گرد بود پشتش. آره آره پشتش یکی کمه اونا؟ آره دیگه الان ندارمش اگه دنبالش اصلا زرنگی میسینگ سیم سوریا بیار پسر پسرم بیار ببینم چی داری. خلاصه من خریده بودم و اینا. ذهنیتم نسبت به وارانتی گوشی این بود که وجود نداره، چون تو ایران میدونستم که واقعا وجود نداره، چون یه گوشی داشتم که خراب شد و بردیم وارانتی و گفتن اصلا چیزی نیست و برو آقا پیکارت. دفتر و دستک و اینام داشتن، یعنی رفتیم تو دفترشون و بهمون گفتن برو. و ذهنیت من بود که وجود نداره اینا. خلاصه من با این مثلا موبایلی 7-8 ماهی کار کرده بودم، یه سری خط و خوش و اینا داشت و دو سه بارم زمین خورده بود و چیز خیلی عجیبی نه مثلا دمیج عجیب اون ضربه عجیبی نخورده بود. بردمش عکس که میگرفتم عکس‌ها رو نصفه میگرفت، یعنی درست سیوش نمیکرد تو هارد درایوش، مثلا اینکه مثلا کراپ شده بود هارد درایو. خلاصه من بردمش اپل استور رو با یوری زره صحبت کردم و گفتش که تو حال فرمت کردی؟ گفتم آره فرمت کردم. دید که آره مثلا گوشی تازه فرمت شده آپدیتد و اینا. گفتش که باشه صبر کن. رفت پشت و اومد یه گوشی به من داد، گفتش که بیا این گوشی رو بگیر و برو. منو میگی گوشی قبلی هم گرفت؟ گوشی قبلی هم گرفت. من اصلا جا خوردم، گفتم که حالا از ما میخواد پول بگیر و اینا. بهش گفتم ببین رفیق من اصلا پولی ندارم الان بدم، یعنی فقط اومدم اگر که شما میتونی اینو درست بکنی که فبه ها، اگر نمیتونی شما رو به خیر ما رو به سلامت. ما رفتیم گفت نه این جزء وارانتیتونه و اینو میتونی عوض بکنی. منو میگی یه نگاه به گوشی، یه نگاه به آقا، یه نگاه به بابام پشت. این وسط مونده بودم که چیکار کنم و اینا. خلاصه گوشی گرفتم و با سرعت از اونجا اومدم بیرون. تا نظرشون عوض نشده، نظرشون عوض نشده بیایم بیرون. بعد رفتم یه ذره در موردش خوندم و مثلا با چند نفر صحبت کردم، دیدم که نه مثلا این چیزی وجود داره به نام وارنتی و اینجا اگر که یه جنسی خریده باشی و توی زیر یک سال خراب بشه برای تعویضش میکنن. حالا هر جنسی یه وارنتی بازه زمانی خودشو داره.
خلاصه من از این شروع کردم سوء استفاده کردن که هر 6 ماه میرفتم گوشیمو نو میکردم، این خط و خوش میافتاد میرفتم میگفتم آره من اینو فرمت کردم فلان و اینا. تو خریده بودی وارانتی رو؟ نه نه نه، ببین گوشی رو که عوض میکنی دوباره این یه رینیو میشه، از نو میاد. آره آره. اوکی. و خب اون طرف هم میدید که بعد میرفتم اونجا میدونستم چه سوالایی هم میپرسه، جواباش هم بلد بودم دیگه، مثلا میگفت فلان کاری کردی، آره آره آره، باشه بیا یک جدید. تا جایی رسید که مثلا یه 4 رو انتکار کردم، بار پنجم یارو گفت میبینم که شما توی پروفایلتون خیلی این گوشیتون خراب میشه. آقا من اونجا یه ذره بهم برخورد، فهمیدم که کاری که دارم میکنم زیاد کار منطقی نیست. و بعد از اونم از وارانتی استفاده کردم، ولی استفاده درست، یعنی دیگه فهمیدم که اون کار واقعا کار قشنگی نبود. مثال دوم هم این کسایی که اوایل کرونا و تو ایران ماسک رو احتکار کرده بودن، تا مثلا فهمیده بودن ماسک میتونه کمک بکنه، رفته بودن خریده بودن و همه رو گذاشته بودن مثلا 10 برابر قیمت میفروختن. فقط هم ماسک نبود، این هند سانیتایزر ضد عفونی کننده، در واقع مواد اولیه‌ای که باهاشون هند سانیتایزر رو ژل ضد عفونی رو درست میکردن، اونا رو هم احتکار کرده بودن با قیمت 10 برابر میفروختن. میبینی چقدر عوض فکر کنم باید فقط پایین مونو نیست. نه من ثابت هم میگیرم مشکل سیم بالا نداره، یه فوتوش بکن. نه بعید بدونم مشکل سیم داشته باشه سیسمان. اونه حالا من باید درستش کنم برای بزرگ. آره ها اینا که اینم بهشون میگفتن، آره مثلا میگفتن طرف آدم زرنگی رفته احتکار کرده، فکر آره بیزنسی داشته به قول فرزاد، و اینکه دمشون گرم و اینا، که خب اینم میدونیم میگه وقتی جون یه سری آدم در میونه آخه بیزنس به قول تو فرق سره. سومی هم کسایی که میرن مسافرت و مسائل ممنوعه با خودشون، کسایی که میرن مسافرت و اصلا غیر ممنوعه با خوشون این برنامه میبرن تو خانه، ممنوعه با خوشون به من نگاه کردی. تو فامیل ما خیلی رایجه، یعنی هر کدوم از ماها یه جوری قوانین داریم زیر پا میذاریم. مادر من با خوراکیایی که نمیتونی وارد کشور بکنی، مثلا یه مدت بود نه شما میدونید دنبلان چیه؟ بله بله. نه نه لذیذه، چیز نیست، گوشت نیست آقا، میدونی بیزه گوسفند؟ نه 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 تو نمیدونی پس خوش شده شه مثلا. نه بابا این یه گیاهه توی شیراز استفاده میکنن، یه گیاه اینطوری خطابش میکنن. آقا دنبالا با یه بیزه گوسفند؟ آره ولی خوش دنبالانا اونا رو درخت هم میاد. آقا این یه چیز دیگه است، بچه هاشونو با لک لک به دنیا میارن. حالا اونزم اسم شما درست گفته باشن. آره حالا میپرسم اگه اشتباه بودم مهم نیست. خلاصه یه گیاهی بود که نمیتونی بیاری. خانواده ما رفته بودن از ایران آورده بودن، و مثلا اون موقعی هم که وارد کانادا میشی ازت میپرسن که دنبلان داری، گیاهی دارید با خودتون، چیز غیر ممنوعه خوراکی، اینا هر چی داری بعد بگی. و اینا فکر میکردن که خب نه دیگه، اگه بگیم که میگیرن ازمون. مثلا چای خشک و اینا، مادر من خوراکش این چیزا رو قاچاق کنه توی کشور، خواهرم از اون ور گیاهای زنده، مثلا میرن جاهای مختلف، مثلا یه گل ببینه خوشش میاد مثلا میاره اینجا میکاره و اینا، که اونم غیر قانونیه و نباید انجام بشه. من خودم یه اولاد تو کانادا میارم. آره آره. اون که خیلی غیر قانونیه. دلیلم داره به خاطر اینکه اون گیاهی که توی کشور دیگه داره رشد میکنه احتمالاً یه حیوانی هست که میاره گیاهو میخوره و نمیذاره که اون گیاه خیلی رشد بکنه. اگر بیاری توی کشور دیگه بکاریش، اون حیوانه ممکنه وجود نداشته باشه و این گیاهت کل شهر رو یهو میگیره، داستان میشه. گیاه با حیوان اگه با هم وارد بشه مشکلی نیست. آفت هم دارن خیلی. آره یعنی اینم مشکل داره. من خودم یه عادت تو کار تنباکو بودم. اگه خودت باشه چون تنباکو بود. خدا چون تنباکو تو ایران خیلی ارزونه. مثلا فکر کنم 40,000-50,000 تومانه یه 500 گرمیش بوده. بوده. اینجا 60-70 دلاره. حالا توی هر موقع که اینو تو بخوای تبدیلش بکنی خیلی زیاد میشه. و ما هر موقع که اصلا میرفتیم ایران تو میتونی کلن 50 گرم بیاری، 200 گرم شده 4 تا 50 گرمی، 200 گرم بیاری. ما اصلا کیلو کیلو لیتر لیتر با خودمون تنباکو میاوردیم و فهم کردیم که خب داریم مثلا کار زرنگی میکنیم. و اینم زرنگیه دیگه، کار درستی نیست، نباید انجام بدی. این قانونا برای یه پایه و اساسی هستن که اونجا هستن. شما پدر بعد این اپیزود پدر خیلی انسان آروم قانون مداری هستن. این اپیزود برام دردسر نمیشه به هر حال دیگه، باید علیهمون استفاده بشه. بفرمایید.
والا خب من زیاد از این کار آدم. یه مثالی که حالا بارها به شما گفتیم اینا، یه بار ما از ایران میمدیم دوچرخه از ایران رو بردیم، بله، بعد این دوچرخه یه باکس مخصوص خودش رو داشت، ما به دفتر ترکیش که تو هم فرودگاه بود گفتیم که این دوچرخه رو داریم، اینا یه کدی زدن توی سیستم و گفت مثلا فکر کنم $100 $150 یا یورو هزینه اون چیز میشد، اون دوچرخه یه فی فیکس داشت. آره فی فیکس داشت و اصلا نه وز کردن نه هیچی، و خب ما اون سال هم همه خانواده رفته بودیم ایران رو داشتیم برمیگشتیم، اضافه بار عجیب داشتیم، یعنی ما آماده بودیم که کلی اضافه بار بدیم، تا دیدیم اینو اصلا نگاش هم نکردن یه گوشه جعبه دوچرخه پاره شد و ما شروع کردیم نه اینو غلط میگه، ما از قبل اینکه بریم فرودگاه گذاشته بود نمیدونیم، مثلا فکر کردیم همه اینا اضافه بار میشه، به نظرم کار و بعد پر کردیم این زرنگی کردیم نه بعد حساب کردیم دیدیم که اگه میخواستیم اضافه بار بدیم نزدیک $1000 اون موقع باکس میشد، خیلی بزرگ بود و وقتی که موقعی خیلی من خودم شخصا همه گی نه خجالت کشیدیم که میخواستیم اینجا تحویل بگیریم، اصلا کارگران نمیتونستن اینو بلندش کنن، تو راه هرچی زخ کرده بودیم اینا چیزمون شد کوفته دونجا، ولی اون مثلا یه زرنگیه که میشه گفت. فضا شما چی؟ من آدم میتونی از زرنگیه که بقیه هم حالا شاید خودتون نخواهید اینجا خار خفیف کنید، من که دست به دیس خودم خوبه، ولی خب مثلا میتونی از زرنگیه که بقیه هم انجام میدن بگید، میتونیم به دوستان مشاور املاک استناد بکنیم، ولی خب بگید. من حالا من یه دونه مثال خودی بزنم، یه ذره تغییر رویه آره. بدیم که چی؟ شاید باشن کسایی که متفاوت باشن از خودتون بگید. نه من که خودم شروع کردم، من که خودم رو خالص چرا لفظ من دارم فکر میکنم چی بگم الان ایمان پرسی. نه آخه تو خودتو میتونی اینجا بیای مثال بزنی. آره یا میتونی خب همش فکرایی که میاد تو ذهنم از همون چیزاست، بعد گفتم یه ذره تغییر رویه بدیم چیزای فاینانشال نکنیم. نه بگو من یادم راهنمایی بودم، بعد با فرهاد آکواریوم داشتیم تو اصفهان، بعد یه سفر فکر کنم بابام رفته بودن دبی کیشی چی بود، یه سری سنگای مثلا اینقدری گرد آورده بودن، قشنگ بود، ما اینا رو مثلا چند تا حالت بگ توری بسته بندی داشت، یکیشو مثلا ریختیم تو آکواریوم خیلی قشنگ شد، کف آکواریوم خیلی خوب بود و اینا، من اون یکی سر بردم مدرسه، از دبی آورده بودن یادم، مثلا درهم خریده بود، رفتم مدرسه خیلی یه چیزای باحال بود، همه بچه ها خوششون مثل الماس بود، من شروع کردم اینا رو دونه ای 2000 تومن فروختن، و اون موقع هم 2000 تومن جدید اومده بود، در صورتی که آنترپرنور آقا این به نظر من مشکل نداره، در صورتی که مثلا این شاید کلشه بابا من 2 تومن خریده بود، این به نظر من حالا شاید نه مثلا به دوستای نزدیک هم داشتم این کار میکردم، بعد من به بابام گفتم، اینو بابام گفت زیاد کار درست نیست، اینا دوستا تمام اینا، ولی میفروشی 3 تومن نوزن که همینه سفر در اینا از یه دونه کیسه سنگ دو تا دوبه دارم سفر دارم. بعد داره بابا من گفتن نه این دوستا نزدیکتن و اینا این کار رو نکن، به دورا بفروش، به اونو برو پولاشون پس بده و اینا. تو چیزی داری بگی آسان؟ من یادم من همیشه شما خانواده تو همه درست کار بودن. نه اتفاقا من یادم بچگی من اون ور قضیه این بودم، مثلا چون یه جای صفی بود من تو صف بودم نمیرفتم جلو اینا، یه بار یادم نمیدونم صف یه چیزی بود من باید چه صدای سینوسی داره این هی میره و میاد خیلی باحال این اذیت آره میکنه خودم میفهمم، تو صف و اینا بودم، بعد مثلا خانواده از بیرون گفتن که نه این زرنگ نیست، نمیتونه مثلا از صف بزنه جلو بره، حق خودشو بگیره. آره بعد من همیشه دوست داشتم که این لفظ رو مورد خطاب قرار نگیرم با این لفظ که حالا زرنگ نیست و اینا، چون بالاخره یه سری آدم اونجا با ایستاده بودن. یه چیز دیگه هم خوشم نمیاد دیس کنه، همیشه اینا خانواده خوب بودن. نه دیگه من مثلا جوابای اینترویوئه از اون بر خوبه خودش میگه بذار از بدیام میگم، من خیلی مورد اهمیت قرار دارم، خیلی در موردشون کر میکنم.
نه ولی یه چیز دوستشون دارم آدم ها رو بهشون بها میدم. من ضعفای من اینه، از اینجاست که میخورم نمیذارم. من اولین باری که با این مفهوم آشنا شدم که شما با تبادل پول چقدر میتونید پول در بیارید زمانی بود که اون دوره احمدی نژاد یادتونه یه زمانی دلار یهو از 1000 تومن شد 3000 تومن یه شبه، خیلی عجیب غریب. بعد توی اون بازه من حالا ما رفته بودیم یه جای خارج از ایران بودیم بعد که برگشتیم یهو دلار 3 برابر شده بود. من داشتم حساب میکردم که اگه یه کسی میدونست همونقدر دلار رو اگه قبلا مثلا حالا ارز خارجی رو قبل سفر گرفته بود میرفت توی اون سفر نصفش رو مصرف میکرد برمیگشت اون نصفی که مصرف نشده بود رو میفروخت میتونست هزینه کل سفر رو بده. به من باورم نمیشد، هی مثلا این رو کاغذ مینوشتم هی ضرب و تقسیم میکنم مگه میشه آخه چجوری ممکنه. بعد اونجا فهمیدم که اگه شما آدمی باشید که از زرنگ باشید، همون حرفی که ایمان میزنه، با یه لبخند زرنگی از قبل بدونی همچین اتفاقی میفته میتونی که یه همچین سودایی ببری. خب آخه اونو میبرن جای کار داره، میبرن آدم ها. یعنی هستن کسایی که میدونن فردا قیمت آهن میکشه بالا. آها آها میدونن اینا. حالا شما بعد سفر پول آورده بودین یا همه رو خرج؟ نه ما که نمیدونستیم همچین چیزی میشه. من اونجا اولین بار بود با این مفهوم آشنا شدم که از تلاطم قیمت ها چه جوری میشه چه کارهایی کرد و تو فقط کافیه که بدونی اینسایدر اینفورمیشن. آره اینجا هم این اتفاقا میفته ولی یه ذره مثلا وجهه قانونی داره. مثلا اینجا بازار بورس که بسته میشه تا چند ساعت بعد از اینکه بسته بشه میتونن تبادل بکنن یه سری شرکت های خاص، همه نه. بعد اتفاقی که میفته اینه که کمپانی ها ریپورت مالیشون رو که میدن اینا میفتن به خرید و فروش کردن بر اساس انتظاری که دارن مثلا قرار قیمت بره بالا یا بیاد پایین. بعد من و شما آدم عادی که نمیتونیم تو اون لحظه خرید و فروش کنیم و شروع میکنیم به ضرر کردن، چون یه شب میخوابی صبح پا میشی یا قیمت خیلی رفته بالا یا خیلی اومده پایین، کاری که اینا بعد از اینکه بازار بسته شده انجام میدن. اینا همش تو اون مقوله زرنگیه که ایمان میگه، ولی خب همه بهش دسترسی ندارن و چیزی که توی حجم خیلی بالا تو همه جای دنیا داره اتفاق میفته متاسفانه. من همین سوال رو از شنونده ها پرسیدم و اونا اینطور سوال اینطوری بوده که چه نامردی هایی رو دیدین که بقیه به عنوان زرنگی واسهش تشویق شدن. چند تاشو میخونم. یکی گفته به کسایی که از زیر دادن مهریه در میرن با اینکه وضعیت مالی خوبی دارن، خب این زرنگی مثلا محسوب میشه. یکی گفته بودم نمیتونن راحت در برن، الان خیلی قوانین سفت و محکم. با این خانم من شما رو کانکت میکنم ببین چه جوری میتونن. نه تو الان میتونن، الان اسفندی میکنن دیگه، زندان اینا نداره. منظورم اینه که یه قانونی هست پشتش، یعنی اینطوری نیست که طرف مگه اینکه بیاد از کشور بیرون رو دیگه میتونه بگه مثلا چی میگم، میگن تمکین مالی، تمکن مالی نشون بده که زیاد وضع مالیش خوب نیست و قسمندی عجیب میکنه. بعد فهمیدن خودشیرینی، لاس دادن، پاچه خاری در محل کار یا دانشگاه. دیده بودی شما لاس بزنن؟ بله بله. من یه موردهایی دیدم که نمیتونم بگم. نه بعض وقت هم میشه گفت مثلا امتحان رو میتونن دوباره بدن. یه واحدی رو که یه تعداد محدودی گرفتن بقیه تو صفن، ایشون از نفر پنجم صف نفر اول گرفتن ولی اونایی که قبل ایشون بودن نتونستن بگیرن. یه شخصی در جواب سوال زدن لاشیا، کلن جامعه لاشیا شورتن سوی، حتی توهین نشه به جامعه لاشیا. بعد یک گفتن رشوه دادن که خب خیلی میبینیم و میشنویم. اسکی رفتن پروفسورا از مقاله دانشجوها داریم اینو. آخه اگه دانشجو خودشون باشه که اسمشون میره دیگه، مهم نیست. نمیدونم با کارون خیلی رزونیت میکنه، تو صف زدن. و پوری هم گفته بودی که یه سری فکر من خطرناک رانندگی کردن زرنگیه با حاله و بقیه هم بهشون میگن عجب دست فرمونی داری. نگاه های ایمان رو نمیفهمن آدم باش. فقط برمیگره من ایمان ما وقتی که حالا بچه بودیم زرنگ کی بود؟ اون
بچه بود که درسش خوب بود یا اون که زودتر مثلا سریعتر از همه میدوید یا اون که فوتبالش از همه بهتر بود، ولی خب که اینا همه ویژگی‌های مثبت محسوب میشد، ولی نمیدونم چی عوض میشه که در سن بالا این زرنگی فقط و فقط یه ویژگی منفی، ویژگی بده. دیدیم که هم توی مثالای خودمون هم توی مثالایی که شنونده همون زده بودن یه تم خاص وجود داشت توی زرنگیه که این سوددهیه خیلی شخصیه و فقط آدم داره خودش سود میبره و بقیه رو در نظر نمیگیره. مثلا من که میرفتم گوشی رو عوض میکردم فقط به فکر خودم بودم، به فکر این نبودم که برها اپل داره اونجا یه هزینهی پرداخت میکنه. یا مثلا چه میدونم خانواده ما وقتی چای خشک میارن فقط به فکر چای بعد غذا هن، فکر نمیکنن که شاید واقعا اون یه حشره توش داشته باشه بزنه دهن طبیعت یک کشور سرویس بکنه. که دیدیم توی ویکتوریا اینجا خرگوش رو وقتی معرفی کردن چند تا از دانشجوها فکر کنم بردن توی چیز بردن توی یونیورسیتی آف ویکتوریا یه سری خرگوش ول کردن، خرگوش تو منطقه اصلا دیگه قوطه‌ور شده پرواز ما دیدیم اتفاقا. آره آره اینا نبودن، اینا رو دانشجوها آوردن و دهن اونجا رو سرویس کردن. البته فقط سود نیست، یعنی فقط این نیست که ما سود شخصی بریم، شاید خیلی وقتا هم اخلاقی نباشه هم ضربم بزنه. نه ولی فقط تو داری اون لحظه به سود خودت فکر میکنی دیگه، یعنی میگم اون کسی که انجامش میده، من که دارم انجام میدم فقط به خودم فکر میکنم، به هیچ کس و هیچ جای دیگه فکر نمیکنم که ممکنه این چه ضرری به بقیه بزنه. اون مثال فراد در جریانه، اینجا من میخواستم یه وسیله پزشکی طور بگیرم، آها، بعد این وسیله رو پولش رو بیمه میداد. من منتظر بودم تو اینو بگی ولی نگفتی. حالا نه الان یادم افتاد. این بیمه تا یه سقف این وسیله رو میداد. فرض کنید چه می‌دونم مثلا تا 200 هزار تومان این وسیله رو اگه من بگیرم مثلا بیمه من میده. و ما از یه طریقی از طریق مثلا 80 درصدشو نه کلشو. نه کلشو میداد دیگه تا یه سقف. آها واسه من خیلی فرق می‌کنه. آره. بعد شما وسیلتون متفاوت. بعد ما از طریق مرکز درمانی اومدیم که این وسیله رو اقدام کنیم به گرفتن و مثلا چند تا گزینه فرستادن، این قیمتش اینه این قیمتش اینه، و ایشون خودشون هماهنگ کردن با بیمه من، مثلا میدونستن سقف اینه و فلان. بعد گفتم مثلا این گزینه ها هست، من یکیشو انتخاب کردم، گفتم مثلا یه هفته دیگه میاد. قبل اینکه برم وسیله رو بگیرم گفتم بذار یه تحقیق میدانی بکنیم ببینیم این وسیله چه جوریه. بعد رفتم دیدم مثلا قیمت اون وسیله توی بازار یک دوم عددیه که ایشون دارن میگن، عددی که ایشون گفتن دقیقا مثلا مچ بود با سقف چیزی که بیمه من میداد. بعد رفتیم وسیله رو بگیریم، فعل یابو دادن رو ایشون صرف کردن جلوی ما، میگم که این اینجوریه توی بازار مثلا قیمتش اینه چجوری. ای مگه دارن جاهای دیگه اینو؟ نه فقط شما مثلا تو دنیا دارید این وسیله رو واردید. نمیدونستم چک میکنم. بعد بهشون میگم که درست نیست این کار، شما این کارو میکنید. آره کارون قشنگ داشت چیز میکرد. یه نفر دیگه با خودتون این کارو میکنه، یه نفر دیگه با شما این کارو میکنه، بعد اون یه نفر دیگه که با شما این کارو کرده یکی دیگه سر اون آورد. بعد این چرخه از همه باعث میشه که قیمت همه چیز بی خودی بره بالا. آفرین. اگه همه این کارو نکنن قیمت همه چیز پایین میمونه. که اونجا گفت شما مثلا پلیسید یا واسید و اینو، گفتم ندارم برای خودتون میگم. بیشور. بعد حالا این گذشت، میخوام تو این فصل دیگه کلن دیگه بذارم کنار خط قرمزا. خط قرمزا ببخش بگو. این گذشت. خب مثلا شما فرض بفرمایید سقف بیمه ما مثلا 200 هزار تومنه، این وسیله رو این قرار شد 150 هزار تومن بکش. چیز بده به بیمه، بیمه هم پولو میریخت تو حساب من باید به اینا میدادم 150 هزار تومن. یه بودم بیمه برای من همون 200 هزار تومن رو فرستاده. زنگ زدم که چجوریه این مثلا زیاد اومده، این نباید این چیزی درست نیست. نمیدونم حتما یه اشتباهی کردن، چون من همون 150 هزار تومان مثلا تقاضا دادم و اینا، ولی شما همون 150 تومان رو برای من بفرستی، اون 50 تومان رو مثلا خودت استفاده کن، یه چیز خوشگل برای خودت بخر. این میدونی که این چیزه بهش میگن اینشورنس فراد و نابود میکنن بیزینس. چرا؟ و خیلی از این چیزها اتفاق میفته، خیلی با حالا اینکه عددی نیست ولی تو اعداد بالاتر مثلا فرارهای مالیاتی که آدمای کله گنده میکنن دیگه. تو ایران طرف میگفت مثلا یارو شمرون رو حاضر بود به اسم من بزنه. بابا مثلا شمرون خونه 5 متر بعد چه جوری؟ چرا این کلماتش منعقد نمیشه؟ اینقدر آقایی که تو مهران با مهران مدیر
دماوند رو دارن سنت میسنن دیگه تو ایران، زرنگن دیگه، زرنگن، لبخند زرنگی. من می‌خواستم بگم لبخند زرنگی. زرنگی یه صفتیه که شما به وقایع و اجسام میتونی نسبت بدیم. مثلا ما یه لبخند زرنگی داریم، بعد اینکه عمل زرنگی شما منعقد شد از صف زدی جلو، یه لبخند زرنگی به بقیه تحویل میدی. یه دم میزنی برامون اینجوری مثلا دیگه انجام دیگه به اشیا چه جوری نسبت میشن؟ کتونی زرنگی. دیدم دیدید بودی خواستم فرستادی کتونی زرنگی داشتید. کتونی های مثلا پشتش میخوابونن. آره ولی از این نایکی یه ذره باید کالجش کالج نه لجش لجش بالا باشه، رنگ و رنگ باشه، خیلی زرنگیه. نخرید از این زرنگی. آقا من وقتی داشتم سعی میکردم در این مورد مطلب پیدا بکنم، خب وقتی میخواید امروز صحبت بکنی میری میگردی ببینید مثلا نقطه نظر دو نفر آدم دیگه چیه، خیلی پرت نباشی، یا مثلا اگه مثلا یه نفر دیگه نقطه نظر دیگه داره توی مطلبت بگی و اینا. اول خیلی سخت بود چون واژه معادل زرنگی در انگلیسی وجود نداره و اصلا واژه‌ای هم ندارن که این بار منفی اینطوری رو به دوش بکشه. چون یه ذره لغت آنترپرنور ما نمیتونیم، چون خیلی رکترن. نه نه بذارید، بعضیا واقعا دارن تولید کار میکنن. چون خارجی‌ها یه ذره رکترن، به قول کار به قول فرهاد بهشون میگن فراد، بهشون میگن کلاهبردار، اصلا لاپوشونی نمیکنن چیزا رو. ولی خب این هم باید خیلی مواظب بود که هر کسی که داره پول در میاره زرنگی نکرده به صورت منفیش، و تمام پولدارا رو ما نمیتونیم با یه چوب بزنیم بگیم چون شما پولداری دارید دزدی میکنید. حالا از فردا میگم دیگه اش پول داریم مثلا بهش اشاره نکنیم بگیم طرف داره مثلا دزدی میکنه. بعضیا واقعا دارن درک دارن، تولید شغل میکنن، تولید کالای خوب میکنن، تولید محتوا میکنن، کارآفرینن، به معنی واقعی کارآفرینن و دارن کارو درست انجام میدن. این چیزایی که در ادامه میخوام بگم نظر شخصی خودمه و نظر چند تا از دوستانی که باشون در این مورد مشورت کردم، اینی که به نظر حالا شخصی من چند تا دلیل وجود داره که بعضی این رفتار رو خودشون نشون میدن. خب اولش اینه که بر این باورن که زندگی مسابقه است و من میخوام به هر مفهومی که شده ببرم، اصلا هیچ چیز دیگه هم نمیتونه جلو داره من باشه. من اینو قبول دارم که ما داریم مسابقه میدیم، ما داریم برای بهترین شغلا مسابقه میدیم، برای خرید بهترین خونه ای که حالا به پولمون میخوره مسابقه میدیم، برای بهترین پارتنرها شاید داریم مسابقه میدیم که بهترین پارتنرها رو داشته باشیم، و زندگی ما در حول محور مسابقه داره میچرخه. حتی بزرگان باور دارن زندگی حول محور چیز دیگه میچرخه. آره آره. اون ما الان نمیتونیم بگیم. ولی خب هر مسابقه هم یه قوانینی داره و قوانین خودشو داره و ما هم انتظار داریم که بقیه عادلانه این قوانین رو دنبال بکنن. این هم بگم، میدونم تو این جمله که گفتم دوتا مشکل وجود داره. اول گفتم که عادلانه باید باشه و دوم گفتم که انتظار. درسته که زندگی عادلانه نیست، ما شروع یکسانی نداشتیم و نداریم و این دلیل نمیشه که بخوایم سر همدیگه رو کلا بذاریم. فقط به خاطر اینکه زندگیمون یکسان شروع نشده، کلا گذاشتن سر همدیگه جوابش نیست. و مشکل دوم انتظاره. بعضیا بر این باورن که از بقیه نباید انتظار داشته باشی. موقعی که انتظار داشته باشی زندگی تموم شده و چه میدونم داری شکست میخوری و اینا. من اینو باور ندارم. من به نظرم آدم میتونه از کسایی که اطرافیانش هستن و میتونه بهشون اعتماد بکنه، میتونه یه انتظار متقابلی هم داشته باشه که جاهایی که نیازه بهش کمک بکنن. مثال بارز این که مسابقه است ما میخواییم ببریم، این مسابقه بفرمایید شام بود، یه دونه اپیزود داشت که خیلی کانتروورشال شده بود. نمیدونم در موردش میدینی یا نه. برای تو فرستادم جدیده. یه صحبت کوچولو در موردش کردیم. یکی از این شرکت کننده ها عمدن برای این که ببره به بقیه نمره پایین میداد، که تو هر فصل هستن از این دست خیلی دستان. کمتر این دیگه واقعا دیگه کمر رو شمشیر رو از رو بسته بود دیگه، اومده بود میگفتش که من میگفت استراتژی مفکر آره میگفت استراتژی مفکر تو این اول که قانون مسابقه اینه که تو اومدی بر اساس حالا مهمان نوازی و اون پذیرایی و اون دستپختی که داری اول بشی، نه اینکه سر همدیگه رو کلا بذارین.
و اینکه بعضیا میگفتن که خب این که اومده داره علنا میگه من استراتژی مینه، اینو به ما داره میگه، پشت دوربین داره میگه، به اونایی که داشته باشون مسابقه میداده که نگفته که روز اول ده همتون رو سرویس کنم همتون رو بالای سه بهتون نمیدم که مثلا اینا تو... ماها بعد پخش میشه دیگه. آره نه میگم به ما داره میگه، اونو به اون کسایی که داشته باشون رقابت میکرده روز اول نیومده بهشون بگه. پس یه دلیلش میتونه چی باشه؟ اینکه آقا ما داریم مسابقه میدیم و میخوایم ببریم، پس گور پدر همه امریکا هست. بگو. این مشکل حالا ایراد میشه به اون آدم گرفت، خب میتونست اون آدم اونجوری نباشه، ولی مشکل طراحی یه همچین مدل مسابقه هاییه. در واقع مسابقه اگه جوری طراحی بشه که بردن تو منوط به باختن بقیه باشه و شما دخیل باشی توی رتبه بندی طرف مقابل، این محکومه به شکسته. خب یه مثال میزنم، قضیه کنکور. توی کنکور بردن تو منوط به باختن بقیه است، ولی تو دخیل نیستی، تو نمیتونی کاری بکنی طرف ببازه. یه ذره شرایط بهتره، ولی جایی که سود من توی ضرر توه، من هیچ وقت نمیتونم ادعا کنم که من اینجام برای سود تو. کجا این اتفاق میفته؟ توی شغلایی که واسطن. خب شما همین به سال املاکی که گفتن، شما بخواید برید یه ملکی رو بخرید، خب طرف میاد به شما میگه من اینجام که به شما کمک کنم، ولی اگه به بازی درست نگاه کنیم، از بالا نگاه کنیم، طرف سودی که قراره ببره منوط به اینه که جنس گرونتر به شما فروخته بشه. ما میتونیم بپذیریم که ما میتونیم بپذیریم که اون آدم واقعا فقط و فقط اونجا به منفعت شما فکر میکنه، یا نه به صورت ناخودآگاه یا حتی خودآگاه سعی میکنه یه محصولی به شما فروخته بشه که قیمت بالاتری داره که سود اون آدم هم بیشتر بشه. این مشکلی که من با این مدل سناریوها دارم که یه کسی وسط قرار میگیره که یه تبادلی انجام بشه و همچنان هم ادعا میکنه که من فقط میخوام به نفع شما کار کنم. بگویم ببین از اون ور بهش نگاه بکنی، اون کسی که اونجاست میتونه اینو بلند مدت تر ببینه که تو اگه یک بار به تو ایزیو بندازه، نه تو دیگه میری پیشش، نه اشخاص دیگر رو بهش معرفی میکنی و اون آبروی کاری خودش رو از دست میده. یعنی شاید بتونه سر دو نفر، سه نفر، 100 نفر رو کلا بذاره اینطوری، ولی بعدش دیگه نمیتونه ادامه بده این کارو. یعنی همون شرکت هرمی است که تو چند نفر میشناسی، اونا چند نفر میشناسن، رپیتیشن و آره به یه جایی میرسه که این طرف شاخصش میشه اینکه کلا برداره توی این شهر. ولی خب اگه که طرف بخواد بلند مدت نگاه بکنه، اگه واقعا بخواد به نفع تویی که مثلا حالا داره ازت پول میگیره کار بکنه، به نفعشه که به تو جنس خوب رو بده، به تو مشاوره خوب رو بده که بتونه بار دومم مثلا اگر حالا شاید خودتو نخوای یه خونه دیگه بخری، ولی مثلا دوستتو بخواد بخره، تو اونو بهش معرفی بکنی. یعنی اون طرفم حالا یه واقعا اگه بخوای واقعی نگاه بکنی، اونم یه شغلی داره، یه کاری داره اونجا، مثلا باید همین مینتای چیزهای مختلف رو بخونه، ساختمونهای مختلف رو بخونه، در مورد آبروی اون ساختمونها بدونه، چجوری ساخته شدن، مشکلاتشون چی بوده، چیزهایی که من و تو مثلا که کارمونی نیست شاید واقعا نتونیم اینو انجامش بدیم. یعنی اون طرف هم خیلی شغلش بی ربط نیست. یعنی حالا شاید یه نفر اینجا هست که خیلی میتونه بره تحقیق بکنه، سوادش رو داره، اینترنت رو میتونه دسترسی داشته باشه، ولی خیلی هم واسن که به این جور چیزا دسترسی ندارن و نمیتونن انجامش بدن دیگه. اون شغله طرف واقعا اگه بخواد بلند مدت بهش نگاه بکنه، به نظر من میتونه درست انجام بشه. حرفی توش نیست، کسی نمیگه اینا نباید همچین شغلی باشه یا طرف اگه بلند مدت فکر کنه جور دیگه عمل کنه، تو اینا حرف نیست. ولی سوال من اینه که آیا همشون این کارو میکنن؟ و سوال من کلا ماهیت قضیه است. من با ماهیت چیزی که شما یه درصدی از خرید و فروش رو برای خودتون برمی‌دارید یه مقدار مشکل دارم، چون این به مرور زمان باعث میشه که قیمتا هول داده بشه به سمت بالا. راه‌های جایگزین دیگه ای هست توی حالا یه سری از کشورهایی که یه مقدار به کیفیت زندگی اهمیت بیشتری میدن، یعنی هدف صرفا در آوردن پول نیست، راه‌های جایگزین دیگه ای اعمال شده، قشنگ هم داره کار میکنه. مثلا توی همین قضیه این مدل خرید و فروش ها، به جای اینکه خرید و فروش با توجه به
درصدی از قیمت کالای خرید و فروش شده باشه، میشه یه عدد ثابت باشه. اون موقع میتونی بگی که طرف واقعا داره به سود شما فکر میکنه، به منفعت تو فکر میکنه. این عدد ثابت میتونه پلکانی بره بالا با توجه به بازه‌های مختلف. ولی اگه سود طرف مستقیم یه درصدی از قیمت خرید و فروش شده باشه، برای من سخته که تصور کنم طرف هیچ وقت پس ذهنش هم به این فکر نمیکنه که بین دو تا آیتم که یه ذره بدیمش بالاتر که من یه سود بیشتری بکنم. خب پلکانی هم باشه تقریبا همونه دیگه، یعنی زیاد فرق نمیکنه. این نسبت به نسبت به ریسکی که طرف داره در واقع روی هر خونه‌ای که میفروشه، اون ریل توره خونه نه دیگه، هر چیزی. هر من دارم مثلا خونه دارم، مثلا حالا من مثال خونه داشتم میزدم، یا هر چیزی، یارو داره روی هر قیمتی که داره میفروشه یه ریسکی رو داره تحمل میکنه دیگه. برای اون طرف یه ریسکی وجود داره که شما فرد روزی میتونی بری ازش شکایت بکنی اگر که اون حالا توضیحاتی که به تو داده دقیق نبوده یا اشتباه بوده یا غیر منصفانه بوده. به خاطر همینه که میره بالا. حالا اگه تو میگی بازه‌ای بره بالا، اونم تقریبا همونه دیگه، میاد سعی میکنه تو رو هول بده توی بازه دیگه، یعنی اون بازه رو ببینی چقدر عددش. این بازه رو توی مالیات ها اعمال میکنن، همه جای دنیا مالیات بازه‌ایه، یعنی تو اگه توی از اینجا تا اینجایی حقوقت انقدره، انقدر مالیات میدی، از اینجا بعد انقدر پلکانی میره بالا، چیزی که به نسبه داره جواب میده. خب این حرفی هم که تو میزنی بسته به میزان حالا کلاهیه که طرف سرتو میذاره. اگه مثلا یه کلاه کوچیک سرت بذاره، تو ممکنه هیچ وقت نفهمی و به طرف به دوستت هم حتی پیشنهادش بدی. میدونی همیشه که ما نمیفهمیم چه اتفاقی برامون افتاده، مگر اینکه واقعا دیگه خیلی مسلط به بازار باشی، همه قیمتا رو بدونی، که نمیشه دیگه. ما تو همه چیز که نمیتونیم انقدر خبره باشیم. کلا حرف من چیزه کلیه، یعنی کلی از بالا که نگاه کنی ماهیت این کار، این مدل کارها جوریه که میتونه طرف رو زرنگ بکنه. خب میتونه یه جوری شما رو به یه سمتی سوق بده که زرنگ پروره. آره دیگه، وقتی سود اون خلاف جهت سود توه، این قضیه مشکل داره دیگه، نمیشه. این دوتا باید همسو باشن که ما باور بکنیم داریم به اون هدفی که میخواییم برسیم. مثلا یه کسی که مربی توه، تو یه ورزشی رو داری میکنی، سود اون آدم دقیقا همسوه با سود توه. تو اگه ببری اون برده. خب این میشه به نظر من طراحی یه سیستم کارا. حالا اگه ما... اونم میتونی، نمیتونی بگی که طرف اگه که تو ذهنش این باشه که یه دونه یه نفر رو مثلا رشد بده که بفروشتش. چرا میتونه؟ من خب اون رشد خودشو کرده، شاگردش، خودش هم بعدا حالا یه ارزش مالی، من اونو نفس نمی کنم. ولی اگه وسط یه راهی باشه که یه مقدار سود تو رو کم کنه، که سود تو رو من کم کنم که سود خودم زیاد بشه، من شاید این کارو بکنم دیگه. غیر قانونی هم نیست، کلا هم سرت نذاشتم. من اگه مثلا از 100 درصد اطلاعات 80 درصدش رو به تو بدم، از اون 20 درصدی که ندادم پول در بیارم، کارو نه غیر اخلاقیه شاید، نه غیر قانونیه، همه جا داره این اتفاق میفته. ولی چیز دیگه، منم سودمو بیشتر کردم. تو سیستم ماشین هم همینطوره دیگه، بعضی جاها فیکسه، بعضی جاها درصدیه. تو در تلاش تو میکنی که تخفیف کمتر بدی که از اون سمت سود بیشتری برداری، ولی بعضی جاها فیکسه. مثلا اون برای ماشین خیلی گرون فیکسه، درسته یا برعکسه؟ تو هر دوتاش هست، هم ماشین دست دوم هست که فیکسه و چیزه، اینی که من دیدم. ولی چیز دومی که من به نظر اومد، بعضیا اینطوری هن که قانونا اصلا الکی هن و اصلا برای من قانون برای من تنظیم نشده، اصلا برای من مهم نیست. اینم زیاد دیدیم که مثلا اخیراً هم زیاد دیدیم که مثلا وقتی مغازه ها رو باید میبستن یا شرکت ها باید بسته میشدن توی مدت کرونا، طرف بدون رعایت اصول بهداشتی میرفت سر کار رو باز نگه میداشت و اصلا براش مهم نبود و فکر میکرد که زرنگه که داره این کارو میکنه و حالا جریمه هم نشده، ولی به خطر کارش برای بقیه اصلا فکر نمی کرد که میتونه ایران به این شرایطی که الان افتاده بیفته. به خاطر این بوده که هم از بالا مدیریت درستی انجام نشده و ما هم از اون بعد دوست داشتیم که سعی بکنیم مغازه‌مون رو نگه داریم که بتونیم زندگی بکنیم. یا مثلا مشروب خوردن رانندگی کردن. واو. یا مثلا بعضی اینطوری هستن که من که مشروب
دیگه تا آخرم بخورم ولی میتونم راحت راحت بگیرم. آدم ها شو میخوام مست نمیشن اکثرا برای منو که نمیگیره. آره آره همون منو که نمیگیره. همه اونه که میگیره منم. همه آدم هایی تو دیم همش منم. و به قول خودشون زرنگن و میتونن پلیس رو بپیچونن و درست رانندگی کنن و اینا، ولی بازم به خطرش برای بقیه فکر نمی کنن. این ذهنیت هم میتونه خیلی مخرب باشه. درسته که بعضی کشورها مثل کشور خودمون یه سری قوانین داره که شاید زیاد درست وضع نشدن اینا و حقوق انسانی آدما رو شاید تحت شعار قرار میده، ولی خب باید خیلی مراقب باشیم موقعی که آدما دارن قانونا رو میشکنن و ببینی چه کسایی رو داری تحت شعار قرار میدی، چه کسایی رو داری به خطر میندازی و آیا سودش فقط برای خودته یا اینکه حالا به جون بقیه هم فکر کردی با این کاری که داری میکنی یا نه. قوری بزنم نسبت به من نه راجب این حرفی که زدی، بچه هایی که از ایران میان یا حتی بزرگتره که از ایران میان و اینا و خب ایران تجربه نمیشن، نه اون که اصلا داستانش فرق داره و خب تجربه خوردن مشروبات اینا دارن اینجا که میان همین ادامه حرف تو خیلی قوی اینن که آقا نه ما ایران میشستیم میخوردیم تهران همون شب میرفتیم مثلا شما تو پیچ و خمای چیز مثلا فلان کارو میکردیم به این اصلا من مست بهتر رانندگی میکنم شنیدیم یعنی ما شنیدیم اینو و میان اینجا اصرار دارن که ما سوسولیم و ما مثلا بلد نیستیم اینا و خب من مثلا دو مورد دیدم که یکیش تصادف شده یکیش پلیس گرفته ماشین ازشون گرفته و بعدن دهنشون هم صاف شده، ولی این اصرار این که بیان همون اشلی که ایران مثلا پیش میرفتن اینجا میخوان پیاده کنن یکم رو اعصابو درست نیست مشمعز کننده. سومی چیزی در مورد این نداشتیم بگین در مورد قانون؟ نه من فقط می‌خواستم بگم خود قانونم که مطلق نیست، قانونم نسبیه دیگه، قانونی که اینجا هست تو ایران لزوما نیست و بالعکس. آره اینا هم حالا وحی منزل یعنی نازل شده نیستن. بله میدونم. بعد خود اینا هم خیلی مشکل دارن، لوپ هول 100% قبول دارم. آره. ولی تو با این ذهنیت که من قانون برا من ساخت، ببین قانون به هر حال یه کلیتی رو داره ارگانایز میکنه که اگه نباشه جنگله، واقعا جنگل میشه. خیلی اینستاگرام میذارن که قانون گذاشته شده که شکسته بشه، بعضی ها میرسن بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران کشورم یه جوری 180 زده. پیروه قوانین سرزمینه و چی و فتا. سومی هم یه ذهنیت خیلی مخربه که دزدی کردن از افراد پولدار اشکال نداره. رابین هود. آره که بعضی وقتا مثل همون مثال آیفون خود من میشه دیگه، ذهنیت من این بود که بابا شرکت اپل یا اصلا یه آیفون دیگه مشکلی براش به وجود نمیاد. بعدم یه مثلا اینطوری که خب آمازون تکساشو نمیده پزش بدوزیم که دیگه حقمون هست، داریم حقمون از ازشون داریم میگیریم. توی ایران هم این ذهنیت به دلیل شرایط حاکم که خیلی وجود داره کم نیست که با هم صادق نیستیم دیگه. من دوست دارم سر فلانی و کلا بذارم، هم مثالی که کارون زد اون داره سر اون یکی و کلا میذاره، اون یکی داره سر اون یکی کلا میذاره و همینطوریه که قیمتا میره بالا و تورم ایجاد میشه. من یه حکایتی بگم، این دوستی رو گفتی باید اینو تماش بکنم که چرا این ذهنیت هم میتونه همونطوری گفتیم از بچگی تو ما شکل گرفته باشه، چون که یادتون باشه کارتونایی که برام پخش میشد همه پولدارا آدم بده بودن و اونی که پولی که کمتر داشت همیشه میرفت به جنگ این پولدارا. و من فکر کنم فقط دو تا فیلمه که حالا توی ذهنم بود که از شخصیت پولدار آدمو خوب ساختن، یکیش بتمنه و یکم آرون منه. بقیه پولدارا همه نجسی خور، قمارباز و آدم کش بودن، صبح می شدن کافی می خوردن. آره آره که خب در واقعیت هم اینطور نیست دیگه، خیلی آدم پولدار داریم که میتونن آدمای خوبی باشن و اگر که واقعا فکر کنیم که چون طرف پول داره بعد میتونیم ازش بزنیم از جیبشو خالی بکنیم دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه، چون 90% کسایی که الان دارن اپیزودو گوش میدن یه کسی هست که از اونا ممکنه وضعیت مالیش بدتر باشه، پس یکی دیگه داره خود اونا میزنه و همیشه این چرخه ادامه داره دیگه، یکی هست که از اون شخص باز وضعیت مالیش بدتر باشه، پس ما داریم بقیه رو هم دعوت میکنیم که بیان سر ما رو کلا بزنن. شما بگو بفهم. این دزدی رو گفتیم، یه حکایتی یادم اومد دوست نقل میکرد، توی زبان فارسی میگن پول دزدی
برکت نداره. بله. میگن که پول دوزی زود قمارم همین. زود میره. بله. این دوست ما نظر دیگه ای داشت، میگفت میدونید چرا میگن پول دوزی برکت نداره؟ گفتیم که چرا. گفتن که میگه، یعنی جواب داد که پول دوزی انقدر شیرینه که وقتی وارد زندگیت میشه اصلا نمیدونی چجوری مصرف میشه، انقدر بهت خوش میگذره نمیدونی چجوری مصرف میشه. قند و نواته. برای اینه که میگن پول دزدی برکت نداره. بگو. آه نه من اونو گفتم یک ساعت. آه یک ساعت. در این حال اجازه هم میخواد. بی توجه بود از حکایت ما. نه بابا من که اجازه بکنم خودشون گفتن. نه یکی من میشستم اون کسی گفتن. نه نه ولش کن من نخواد. اشنا کنی. یکی از تفاوت این داستان، حالا غیر از اون که گرون میکنه اجناس و قیمت ها رو حالا غیر واقعی میکنه، اینه که اعتماد و اعتبار و این داره. چیزی که هست تو جامعه رو از بین میبره. مثلا من خودم خیلی این داستان درونم هست، حالا هم یکی به خاطر این که خودم شاید خیلی وقتا این زرنگه رو کردم، میگم او وقتی من کردم خب مطمئنن دیگران هستن این کار رو کنن. یکی دیگه هم این که خب این زرنگه و دیگران دیدم نسبت به خودم یا در حق مثلا اچاف شده. کلن تجربه شخصیم الان اینه که من هر کاری میخوام بکنم خیلی دست و پا میلرزه، خیلی مثلا فرهاد هم همون اتفاق براش میفته. پس فقط میکروفون من نه میگم دست احتمال آبرسوی چون اینجوری نشد، ولی فرهاد من چند بار منم شدم. آره من بگم برای چی احساس میکنم، چون من بلند صحبت میکنم این اصلا کامپرشنش نمیاد شما به خاطر اینکه صداتون والوتایل بالا پایین میشه تا تهش میخواین همینجوری حرف بزنید. آره خب بگو. آره میگم یعنی یکی از تفاوتش هم همینه که خراب میکنه یه روابط اجتماعی هم تاثیر میذاره، دستت نمیره کار رو انجام بدی، راحت تر انجام بدی و جامعه رو گم میزنی. کمک کنید این جمله تموم شه. چیز نشه تا بگیم. یه سندروم جمله بی پایان ما داریم. فرهاد معمولا دوچارشی که باید تمومش کنیم. تا حدود 60-65 درصد جمله رو همیشه میگم. از اونجا بعد یه وقتی یه بیقراری خاصی و حتما باید یه کمکی بهش بکنیم که تموم شه این جمله. بگو. مرد کارون یه چیزی گفت، یاد یه مثال دیگه افتادم جالب بود، این اتفاق برای خودم افتاد. حرفی که زد میگفت اگه این کارو تو سر من بکنی یکی هم سر تو، یه چرخه‌ای به وجود میاد. من یه آیفون میخواستم بخرم واسه یکی از فامیل ببرم ایران. بعد دفعه اولم هم نبود که آیفون دست دوم میخرم، اصولا یه جای عمومی قرار میذارم و مثلا چک میکنم دوربینش و وای فایش و اینا. چک کردم همه چی خوب بود، قیمتش و اینا خوب بود. و اومدیم خونه، آیفونه یه مشکل هاردویر داشت که وصل نمیشد به مثلا 5 دقیقه وصل میشد به وای فای، دیگه وصل نمیشد به وای فای تا اینکه خاموشش کنی مثلا 20 دقیقه خاموش بشه دوباره. و یه جوری اینو برای من آماده کرده بود که من تست میکنم، تست رو پاس کنه و این ترانزکشن انجام بده. حالا بماند که من مثلا خیلی زرنگ بوده. خیلی زرنگ. بماند که من از طریق یکی از بچه‌ها که یه دیتابیس بزرگ داشت آدرس خونه دخترم پیدا کردم. دختر خانم بودن؟ با دوست پسرش اومده بود. مثلا خیلی زرنگ. خیلی چیز. بعد مثلا این آیفونه شده بود آینه دق. نمیگه من بودم. به اون دیتابیس چجوری دسترسی داشت، خودش زرنگیه. خودش زرنگیه. اونو گذاشته بودم رو میزم و همینطور نگاه میشم آقا ما چه رو دستی خوردیم، من چی بود مثلا. یه شعر اومد تو ذهنش که بهرام که گور میگرفتی هم دیدی که بعد خیلی تو ذهن هم بود که اوکی من که الان یاد گرفتم که دوباره اینو آماده کنم اینا، برم بفروشم همون قیمت، حالا روشم سود نکنیم و این نه بره. تو رو خود بفروش. یه جوری میگه انگار نه 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 آخه آیفونی که گرفته بودم رو قیمتش خوب بود، یعنی بله جای سود داشت این نقصانه. خب من که نمیدونستم خرافه دارم خوب بخرم. خلاصه ما دیدم نمیشه دیگه، همونو پست کردم ولی نوشتم که آقا این مشکل رو داره، هر کی میخواد بخره با 50 دلار کمتر گذاشتم اینو داره. و یه پسر کره‌ای اتفاقا اومد گفت که من دوست دخترم داره از کره میاد و اصلا وای فای نمیخواد، یه سیم کارت براش گرفتم اینترنتش لیمیت نداره، با سیم کارت اینترنت. گفتم آقا ایشون با دوست دختر دوست پسر نمیخوان، اگر که سیم کارت داره که لیمیت نداره من نوکرش هم هستم. اینترنت خودت خدا تازه گرفتی، چقدر داریم پول اینترنت دیدیم در ما. ولی اینی که کارون گفت چرخه، این چرخه مثلا فکر کنم 2-3 هفته طول کشید تا من آقا این چرخه رو من ادامه ندم. آره سخت بود.
خلاصه که من فقط خلاصه کلامم اینه که تنها نباید آگاه بود که از کلماتی که استفاده میکنیم که ممکنه بار منفی داشته باشه. یه سری کلمات هم هستن که کلمات مثبتن که میتونه لاپوشونی بکنه کارهای منفی یه سری افرادو، و با این لاپوشونی ما بهشون اجازه میدیم که زیر پرچم مثلا زرنگی جیب مردم بزنن، کلا بزنن سر مردم، و این کار قشنگ نیست و نذاریم که با این حرفای قشنگ کار بدیشون رو توجیه بکنن. حالا ما گفتار نیک و کردار نیک رو پوشش دادیم، یه زمانی هم پندار نیک رو میگیم پوشش انشالله. میخوای توییتر رو بگی؟ چی بگی؟ توییتر چی شده؟ اخیراً فعالیت توییتر آه من توش. آره چند تا جالب داری بگی؟ آره یا خیلی داریم الان طولانی میشه؟ اوکیه مشکل نداری؟ یک ساعت من جدیداً به توییتر پیوستم و دارم خیلی شدید توییت میکنم. خیلی مبارک. خیلی باحاله، جای جالبیه. من تازه دارم یواش یواش میفهممش. میانگین روزی یه دونه رو داری؟ آره آره. توییت میکنی؟ آره آره. چی میگی؟ جوک میگم. یه خط گذاشته بودم. گذاشته بودم مرز بین کلاهبرداری و زرنگیه. چند تا پیشم توییت کردیم با هم. آره. توی کلن زندگیمون خیلی دیگه بردم توی فضای مجازی، ولی جالبه، جای جالبیه، آدم های باحالی هستن، چند نفرم خودکست هستن که باشون معاشرت میکنیم. واسه خواستیم بیاین با هم دیگه صحبت کنیم. دستم بخواستی بگی تویتر هندل هست دستاتو بذار THITHKVIDK. الان که تویتر رو گفت یه لحظه فهمیدم که اصلا کامنت اینستاگرام یا هیچی در نیاوردم. آخه نداریم، من هنوز نداریم واقعا. من گفتم مثلا آره. ولی حالا بریم برای جالبا تو میکروفون حرف. آره عالی میشه، چون همینطوریش مشکل داریم دیگه، تو میکروفون آره. صحبت نکنید دیگه هیچی صدا نمیاد. من میخواستم اول همه یه آپدیت پرسونال بدم، حالا یه سری فکر کنم تا الان متوجه شدم. از نوایی برادران تشکر. آپدیت پرسونال بدم که دیگه من اون فرزاد سابق نیستم. البته چند وقت دورون بود این اردی بریدن یه بخشی از من قرمه سبزی شد. و البته بچه‌ها در جریان هستن، گروه بزرگی خود بگو هستن، میدونستن که ازدواج کردن. آقا تبریک، متشکرم. واقعا کف مرتب بزنید آقا. بعد تو دوران کرونا، تو دوران کرونا خوردیم، قرار بود که خوردیم، کرونا خوردیم. گفتی تو دوران کرونا؟ آره بله، به دوران کرونا خوردیم. خیلی داریم تنجنت بدی داریم میریم و این درستی سر اپیزود 1 فصل 6. خب آره دیگه، برنامه‌مون رو ریخ به هم که می‌خواستیم حالا یه جشن چیزی داشته باشیم، ولی خب حالت کوچیک انجام دادیم. آقا اون قرنطینه خدمتی که کرونا به فرزاد کرد، کرونا چه لحظه بانک ملی به ایران نکرده بود. ما همه رو داره بر این باور کردی که تا میشه تو همین کرونا جمع و جور بریم، خیلی خوبه، جمع و جور کنیم و کارو در بیاریم که یه ذره هزینش کمتر باشه. خب خیلی خوبه، اگه که پیشنهاد میکنیم تا کرونا هست انجام بدیم. من خیلی راضیم از این قضیه، به خاطر اینکه فرزاد طبقه بالای ما میشینه، خیلی راحته. و مثلا هندونه مثلا اضافه دارم ما میرسه، آب طالبی میزنن یه لیوان به ما میرسه. آقا چند شبیه کشف جدید بفر. آب هندونه گرفتم و بعد یه دونه یه چهارم طالبی هم داشتم، طالبی هم زدم توش. آره خوب، خیلی خوب شد اون شیرینی طالبی. با ایران برید این مجموع خروشیات همه چیو قاطی میکنم. خیلی خوب بود. آره این ایمان گفت فرزت بالاه، همه بالاه همینجوری که ما الان هستیم. ایده این بود که اگه منم بغلو گرفتم یه دونه میله میذاریم که آتیش نشانی وار از بالا اینجوری بچرخن بیام پایین. بعد از خونه بغل اگه من میگرفتم به خونه ایمان یه تناب که اینجوری آدم رو بتونن منتقل شد به تورس تو خونه ها. یعنی دو زاویه مختلف و ما چیز کنیم به اینجام ختم میشد همه شما. نه یه چیز دوباره دیگه آشپزخونه تو بزرگتر دیگه، با یه صدا مثلا اوه تو آشپزخونه باید چی کار کنیم؟ غذاها رو میایم همه اینجا بخوریم. میگه واسه
آره این رفت و اومده ما می‌خواستیم پیاده سازی کنیم، یه ذره کار ساختمونی داشت ولی شدنی بود. داریم تیمش رو. آره خلاص تبریک میگم به مشکل. آره یه نفر دیگه به دیدی اینا رو جوین کرد، چون یه شخص دیگه به خانواده کوچیک خودکست اضافه شد. دیگه جزی از خودکست هستن. خب متشکرم. دیگه تشکر. آره بعدم تو این تو وقتی که حس خوبه. حس خوبیه. خب آخه یه اتفاقی که افتاد میگم خیلی دقیقاً با قرنطینه کرونا تو کانادا این اتفاق بود. بعد همه که اتفاق دید، چون برنامه‌ریزی میتونید براش بکنید. اتفاق مثلا سیل اتفاق نه بکنم بر کرونا رو پندمیک اتفاق و اون برنامه‌ریزیه. بعد یه حالت چیز بود، یه هم پندمیک رو به قول کارون تجربه میکنیم هم ازدواج رو. کدومش سخت‌تر بود؟ اوکی بود اتفاقا. نه یعنی سختی خیلی هم گفتن که اصلا متوجه نیست تو چی داری میگی. خب بکش بدون بس. آره لطفا بسته دیگه. این خانواده جز عضو جدید و اگر خانواده دور نکنی بردیم. خب بگو. آره بعدم دیگه تو این وقتی هم که نبودیم ما اسباب کش کردیم اومدیم پیش. خدا رو شکر. خدا رو شکر. پادکست رو سفت ادامه بدیم. آره. دیگه من دیر نیام. تو بیا دیر اومدن. دیر اومدن کار یکی دیگه است. دیر اومدن با منه. آه ایشون. شما کار دیگه است. تو نمیای. یکی از اتفاقای یا جالبایی که همه دیدیم این بود که آقای احمدی نژادی مصاحبه‌ای داشتن. من نیدم. نیدی؟ در مورد موسیقی صحبت می‌کنه. با هیچ کس آره آره هیچ کس شجری اصلا هیچ کس. نه من فقط هیچ کس رو دیدم. قدیمی ها. آره خیلی عجیب بود. گفت داریوش خوشوندن. اون تیکه هیچ کسی که خونده بود ترورش بود ترورش دادی لعنتی واقعا بیچشون لعنتی کیوش خیلی دوستش دارم. یعنی میخوام برم سرش اینطوری بگیرم وسط تماس کنم. بابا لام هستم شجریان اون آهنگو به خاطر کسافتکاری سال 88 خود تو خون توفنگت یه زمزمه هم کس بعد نشسته اونجا با قباحت داره یه لغتی بهتر با آره هم قباحت تمام این با خه شروع میشه اون چیزی که دنبالشی ولی قباست نه بشریت که داره بابا لام اصلا کشتید این همه آدم که این همه هنوز تو زندان هم بعد آرزوی بشریت نه من این قسمتش من فقط هیچ کسشو دیدم نه کامله نه من نایدم ای آهنگ واسش میذارن ریاکت میکنه طرفدار آهنگای اعتراضی بودن از قبل شون یه سری توپاک خیلی گوش میدادن. آره چون که دیدین که فوت توپاک رو ایشون در توییتر تسلیت گفتن با کوت توپاک نه فوت با کوت توپاک یه چیزی فوت کوبی برایان کوبی برایان با توپاک آره ببخشید بعد فقط یه سالگردش تپه نمونده بود که ایشون مورد نظر قرار داد. یک تپه موسیقی بود که چیز کنه تپه توییتر و انگلیسی نوشتن تو توییتر فکر کنم پادکست هم ایشون یه نگاه بکنن بردیم دیگه چی؟ یعنی پادکست یکی دیگه بگم یا یکی دیگه هم میخوای بگو که دیگه یکی دیگه در مورد این اپلیکیشن تیک تاک که حالا بازم صحبت کرده بودیم در موردش من خبر نداشتم ولی اول نمیدونستم اپلیکیشن چینیه هدافیسش تو چینه بعدم انگار یه سری وقتی که دانلود میکنی مثلا اینی که خوندم اگه یه تکستی کپی کرده باشی از قبل و بخوای جای دیگه پیست کنی این دیتا رو برمی‌داره اون این که چیزی که تو کلیپ بورد باشه وقتی دانلودش می‌کنی وقتی مثلا داری استفاده می‌کنی یا رو بک‌گراند گوشیته حتی توش هم نیستی انگار من پاکش کنم آره تو اون چیزایی که اینو کپی پیست آره این امروز قراره که ترامپ یه دونه اکزیکیوتیو اوردر بده که اینو بند کنه گفت از ارلی از سر دی حالا نمیدونم واقعا چرا یهو مثلا شنبه صبح روز تعطیل و بولش اکزیکیوتیو اوردر بده برای تیک تاک ولی خب افتاده به جون چین دیگه الان ولی بعد تیک تاک هم یه دونه چیز داد که ما اگه گاورمنت چین بخواد ازمون دیتا رو ما بهش نمیدیم ولی انگار قانونه که میتونه دولت چین از کمپانیا بخواد که اطلاعات مردم رو بهش بده خب میتونن اصلا اون چیزا رو نگیرن کالکت نکنه اون سری اطلاعات رو ولی آره. خب نه ما کالکت میکنیم ولی نمیدیم چون تو چینه فکر کنم دیگه آره اینا عجیب بود برای من ببندیم اپیزودو بریم. چقدر شد؟ یک ساعت و نیمه فکر یک ساعت و ربع یا خود خدا خیلی خوب ما توی تمام فضای مجازی اسممون خودکست توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و به صورت تصویری هم میتونید ما رو توی یوتیوب ببینید اگر که نظری، پیشنهادی، انتقادی دارید میتونید برای ما بفرستید ما
ما میریم و پنجشنبه با اپیزود کارون برمیگردیم. فعلا خدافظ. 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 خدافظ.